شنبه هادی ها بردن واسه اترای حکمش شلاق بزنن. از اونجا چه برجشت هادی برجشت ما دیدیم که وضعش خوب نیست اصلا، نه بهش هم توهین حانت کرده بودن، هم میگفت قلبم داره میگیره، هم از نظر وضع ظاهری اصلا خوب نبود، همش تو حالش خوب نبود. بعد رفته رفته حال این خراب شد این دوستمون، ما داد و بیداد کردیم به مسئولان زندان، گفتم آقا این داره میمیره، نه خواهشان ببرید یه اورژانسی بیمارستان چیز. بعد میگفتن نه این عرقچی داره اینجوری میکنه، ادا در میاره. گفتن چه آقا ما این ادا در میاره، نه چیزی نیست، خودش میخواد بره بیمارستان و اینجور چیزا. ما دیدیم رفته رفته وضعش داره خراب میشه، به ما گفتن آقا ما میبریمش بیمارستان. ولی فردا ما متوجه شدیم چه آقا نبردنش بیمارستان، آقای بازدار به ما گفت بولداد چه آقا من میبرمش، شما ناراحت نباشین، اصلا اینم عین برادر منه، من اینا میبرم بیمارستان. ولی متاسفانه نبردنش بیمارستان، رئیس نذاشته ببرنش بیمارستان. تو قرنطینه اینا بردن دست پاشو بستن، آدمی که مریضه، آدمی که وضعش خرابه، اینا بردنش تو قرنطینه دست پاشم بستن به جای اینکه ببرنش بیمارستان، میبرن دست پاشو میبندن میندازنش تو قرنطینه. به ما هم خیلی پیجیر بودیم تو سلول، همش میگفتیم چی شد هادی، چطوره هادی، خوب شد؟ به ما میگفتن نگران نباشید، هادی بردیم بیمارستان، وضعش خوبه، با خانواده‌اش اومدن بالا سرش که چند روزم بهش مرخصی میدیم. ولی متاسفانه فرداش شنیدیم چه آقا نبردن اینا بیمارستان، دست پاشو بستن بردن انداختنش تو قرنطینه، تو قرنطینه فوت کرد. اینا چه از بازرسی اومده بودن زندان، به جای اینکه بیانن از همسلولای هادی پرسو کنن، از ما پرسو کنن، بردنش یه سلول دیگه، از اونجا از اونای که آدمای خودش از اونا پرسیدن. بعد اینکه بازرس ها رفتن به ما گفتن که بازرس اومده سو میکردون همسلولای که اونجا بودن.